سر خط خبرها. با وجود راه حل پیشنهادی وزارت کار ایران برای شرکت فولاد اهواز، کارگران اعتصابی بازگشت به کار را به آزادی نمایندگان بازداشتی مشروط کردند. نیویورک تایمز میگوید مکاتبات دیپلماتیک اتحادیه اروپا 3 سال هک شده. اتحادیه میگوید موضوعات محرمانه افشا نشده. خوشبینی دولت افغانستان به پیشرفت گفتگوهای صلح. شورای عالی صلح میگوید تدوین توافقنامه با طالبان به زودی آغاز میشود. بنده عادل منادی حدود 27 سال پیش با خوشنویسی آشنا شدم. طریقه آشنایی من در دوره و خوشنویسی در کویت، مهاجرت میراثی قدیمی به آن سوی آب. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. در پی هفته‌ها اعتصاب کارگران شرکت فولاد اهواز، نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود با تأمین 40,000 تن مواد اولیه از امروز کارگران به محل کار خود باز خواهند گشت. کریم یاوری گفته بود این مواد اولیه با تعهد بانک ملی که سهامدار اصلی شرکت فولاد اهواز است تأمین شده. امید منتظری همکارم اینجا در استودیو با ماست. امید، بالاخره برگشتن سر کار این معترضان یا نه؟ بالا نه، از دیروز تا به امروز اتفاقای مهمی افتاده. دو تا جلسه مهم بوده. یک جلسه بین وزارت کار بوده و بانک ملی به عنوان سرمایه گذار اصلی، و یک جلسه اونجوری که در واقع گروه ملی صنعتی فولاد اهواز اطلاعیه داده بین شورای تامین استان بوده با کارگران. و حالا کارگران منتظرند که ببینند که آیا این توافقی که صورت گرفته که یه بخشش در واقع پرداخت معوقات، پرداخت مزایا، یه بخش دیگش راه اندازی خطوط تولیده، برای اینکه اینو ببینن اصلا افقی هست برای این کارخانه یا نه. و بعد آزادی نزدیک به، یعنی دست کم 40 کارگریه که در 2 روز گذشته بازداشت شده بودن و اونها امروز رفتن برای اینکه ببینن که آیا کارگران زندانی آزاد میشن یا نه، و اگر که آزاد بشن این احتمال وجود داره با توجه به اینکه در 40 روز گذشته سنت کارگران فولاد اهواز این بوده که بین روزهای شنبه تا چهارشنبه تجمعاتشون رو جلو می‌بردن، روز پنجشنبه مجمع عمومی برگزار می‌کردن. یعنی به صورت عادی باید امروز می‌اومدن به خیابون تجمعات رو ادامه می‌دادن، ولی امروز ما تجمع نداشتیم. در نتیجه این نشون میده که کارگران منتظرن ببینن چه اتفاقی میفته. قبل از این هم در واقع از طرف وزارت کار به عنوان یکی از در واقع طرفهای درگیر در این ماجرا بارها سعی شده بود میانجیگری بشه، ولی تا حالا که این میانجیگری باعث نشده که اعتراضات متوقف بشه. گفته شده که بانک ملی سهامدار اصلیه و یک سری وعده وعیدهایی رو داده. چقدر امیدوار هستن که این وعده وعیدها به ثمر بشینه با توجه به اینکه قبلا هم همچین وعده هایی داده شده بود؟ ما نمیدونیم که الان نظر کارگرها چیه. این ماجرا همیشه 3 زل داشته، یعنی اعتراضات. یه زل در واقع وزارت کار بوده که این در واقع سعی میکرده میانجیگری کنه. یه زل در واقع معترضا بودند و زل بعدی در واقع سرمایه‌گذار اصلی بوده که شرکت در واقع بانک ملی بوده. حالا مسئله‌ای که پیش اومده الان اینه، اینکه بانک ملی که 60% این سرمایه رو داده، 60% سهام کارخونه به نامشه، این 60% رو اونجوری که آقای کریم یاوری قبل‌تر گفته علاقه ای نداره که سرپرستیش رو با این 60% ادامه بده. با این حال به دلیل فشار اعتراضات پذیرفته که الان تا حدی
یک سری از مطالبات رو جلو ببره. ما نمیدونیم که واقعا موفق میشه، این علاقه رو داره، این علاقه توش تغییر ایجاد شده یا نه، و ما نمیدونیم که کارگرای معترض واقعا چه تصمیمی در نهایت خواهند گرفت نسبت به پیشنهادهایی که شده. ولی اتفاقی که تا الان افتاده یک کم شبیه اتفاقیه که در مورد هفت تپه افتاد. ابتدا کارگرا دستگیر شدن، بعد یه سری امتیازات داده شد و تا حدودی تونستن، در واقع دولت تونستش که بحران رو کنترل کنه. باید ببینیم این بار همین اتفاق میفته یا نه. ممنونم ازت، حتما بیشتر در این باره با هم صحبت خواهیم کرد. امید منتظری همکارم جو در استودیو. در خبر دیگری مربوط به ایران، آمریکا خواستار تحقیق درباره درگذشت وحید صیادی نصیری زندانی سیاسی در ایران شده. رابرت پالادینو، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، درگذشت این زندانی و ادامه بازداشت شمار دیگری از فعالان حقوق بشر در ایران را محکوم کرده. وحید صیادی نصیری هفته پیش بعد از 2 ماه اعتصاب قضا در زندان درگذشت. آقای پالادینو میگوید ایران باید به دیگر موارد مرگ مشکوک در زندانهای خود هم رسیدگی کند. ما از بیانیه‌های جدید فرانسه و پارلمان اتحادیه اروپا و قطعنامه پیشنهادی کانادا به مجمع عمومی و تصویب آن با رأی اکثریت استقبال می‌کنیم که یک بار دیگر توجه جهانیان را به کارنامه مشمئز کننده حقوق بشر حکومت ایران جلب کرد. ما به دیگران در سراسر جهان می‌پیوندیم و خواهان تحقیق در مورد مرگ بی‌رحمانه وحید صیادی نصیری هستیم که خودسرانه بازداشت شده بود، و همچنین مرگ عده بیشمار دیگری که در مورد علت مرگشان در زندان‌ها هیچگاه تحقیق نشده. ما همچنین خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط نسرین ستوده هستیم و کسانی مثل فرهاد میثمی که خودسرانه بازداشت شدند و حالا ایام سخت زندان را می‌گذرانند. رابرت پالادینو بود، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. در زاهدان پیکر 3 دانش آموزی که دیروز در اثر آتش سوزی جان خود را از دست دادند تشییع شد. چند دانش آموز دیگر هم در این حادثه مصدوم شدند. گزارش شده یکی از دانش آموزان مصدوم در کماست. آتش نشانی علت این حادثه را آتش گرفتن بخاری نفتی اعلام کرده. پیشتر استفاده از این نوع بخاری های نفتی در مدارس ممنوع شده بود. به دنبال انتشار فیلم درگیری لفظی یک نماینده مجلس با یک کارمند گمرک، معاون رئیس جمهوری گفته با این نماینده، کارمند گمرک و ارباب رجوع بر اساس قانون برخورد خواهد شد. رفتار محمد باسط درازهی، نماینده سراوان در اداره گمرک، در فضای مجازی واکنش‌های زیادی به همراه داشته. علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار پیدا کردن فردی شده که فیلم را منتشر کرده. این در حالی است که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند عذرخواهی مختصر آقای درازهی در صحن مجلس کافی نبوده. شماری از نمایندگان استان اصفهان که پیشتر استعفا کرده بودند در جلسه امروز مجلس شرکت کردند. علت استعفای این نمایندگان عمل نکردن دولت به تعهداتش درباره آبرسانی به استان اصفهان اعلام شده بود. نایب رئیس مجلس گفته با اعلام تشکیل ستاد احیای زاینده رود، نمایندگان اصفهان استعفایشان را پس گرفتند. ادعایی که این نمایندگان رد می‌کنند. در همین حال نمایندگان خوزستان، کهگیلویه، بویراحمد و چهارمحال بختیاری هم در اعتراض به مشکل آب در استانهایشان در مجلس تحسن کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران احتمال نامزدی محمد جواد ظریف در انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد. حضور وزیر خارجه ایران در نشست حزب ندای ایرانیان و سخنرانی درباره اولویت‌های سیاست خارجی به شایعه احتمال نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری آینده دامن زده بود. بهرام قاسمی به خبرگزاری ایسنا گفته آقای ظریف گرایش حزبی و جناحی ندارد و دنبال اهداف خاصی در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیست. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که مکاتبات دیپلماتیک اتحادیه اروپا به مدت 3 سال هک شده بوده. یک شرکت امنیت آنلاین گفته در این مدت هکرها به هزاران ایمیل و اطلاعات محرمانه دسترسی داشتند. مقام‌های اروپایی اما ادعای درز اطلاعات محرمانه را رد کردند. کارشناسان میگویند پیشتر ارتش چین از همین شیوه برای حملات سایبری استفاده کرده بود. ژیار گل گزارش می‌دهد. در جهان امروز در اقیانوسی بیکران از اطلاعات هیچ کشوری امن نیست.
حتی قدرتمندترین و ثروتمندترین کشورهای جهان. جنگی خاموش در جریان است. جنگ در فضای مجازی برای دستیابی به اطلاعات محرمانه. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که به مدت 3 سال هزاران یادداشت دیپلماتیک و اطلاعات محرمانه اتحادیه اروپا به دست هکرها دانلود می شده است. یادداشت هایی که دیدگاه اروپایی ها درباره دولت دونالد ترامپ، مقابله با روسیه و چین و خطر از سرگیری برنامه هسته‌ای ایران را آشکار می کند. اما مقام های اروپایی می گویند اطلاعات هک شده چندان محرمانه و حاوی اطلاعات حساس نبوده. در یکی از یادداشت‌های دیپلماتیک لو رفته درباره ملاقات رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در هلسینکی نوشته شده دیداری موفقیت آمیز، البته عمدتاً برای پوتین. در یکی دیگر از یادداشت‌های هک شده که ملاقات مقام‌های اروپایی و رئیس جمهوری چین را تحلیل کرده نوشته شده که شی جین پینگ گفته رفتار قلدرمآبانه ترامپ با چین همانند مسابقات بوکس آزاد بدون قاعده است. در یک یادداشت دیگر یک دیپلمات اروپایی نوشته مشکل اینه که دولت آمریکا هیچ وقت به وعده هایش عمل نمی کند. شرکت امنیتی اینترنتی ایریا وان این حمله سایبری را کشف کرده است. کارشناسان این شرکت می گویند تکنیکی که هکرها برای سرقت این اطلاعات به کار بردن شباهت زیادی به شیوه کار نیروهای ویژه ارتش چین دارد. ماه گذشته کراود استرایک، یکی از بزرگترین شرکت‌های امنیت اینترنتی جهان، چین را خطرناک‌تر از روسیه در زمینه حملات سایبری دانست. این شرکت می‌گوید بیش از 1/3 حملات سایبری در 6 ماه گذشته از مبدأ چین بوده است. هدف سرقت اختراعات شرکت‌های تکنولوژی به ویژه شرکت‌های بیوشیمی بوده است. ماه گذشته سرویس‌های اطلاعاتی چین به دست داشتند در موجی از حملات سایبری به شرکت‌های استرالیایی متهم شدند. چین این اتهامات را رد می‌کند. ژیارگول، بی بی سی. دادستانی کل افغانستان حکم آزادی نظام الدین قیصاری نماینده ویژه معاون اول رئیس جمهوری در ولایت فاریاب را صادر کرده. دادستان کل میگوید به دلیل زمانبر بودن مستندسازی ادعاها علیه آقای قیصاری او با قید ضمانت آزاد می شود اما نباید از کابل خارج شود. آقای قیصاری فرماندهی یک گروه شبه نظامی در شمال افغانستان را هم بر عهده داشت. او حدود 1.5 سال پیش به اتهام نقض حقوق بشر و آزار و اذیت مردم به دست نیروهای امنیتی افغان بازداشت شد. هواداران او این اتهامات را رد کرده و آن را سیاسی می دانند. در خبر دیگری مربوط به افغانستان، شورای عالی صلح گفته کار روی طرح توافقنامه صلح با طالبان به زودی آغاز می شود. محمد عمر داوودزی رئیس جدید دبیرخانه این شورا می گوید دستیابی به صلح نزدیک است و موضع طالبان، پاکستان و شماری از کشورهای دیگر تغییر کرده. آقای داوودزی می گوید در ماه‌های آینده روند صلح شاهد پیشرفت‌های مهمی خواهد بود. همزمان دیدار دو روزه نمایندگان آمریکا و گروه طالبان با حضور نمایندگان امارات، عربستان و پاکستان دیروز در ابوظبی پایان یافت. خبرنگار ما بشیر پیمان از کابل با ماست. بشیر، چی بیشتر میدونیم از تازه ترین ها درباره گفتگوهای صلح؟ بله، محمد عمر داوودزی رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح افغانستان و همینطور نماینده ویژه رئیس جمهور در امور منطقه‌ای اجماع صلح در نخستین روز کاریش به خبرنگاران گفت که صلح نزدیک است و بررسی های او نشان می دهد که طرف های مثل طالبان، پاکستان و برخی از کشورهای منطقه دیدگاهشان نسبت به روند صلح افغانستان تغییر کرده. او گفت که در هفته ها و روزهای آینده نه، بلکه در ماه های آینده شاهد پیشرفت های گسترده در زمینه صلح در افغانستان خواهند بود. او همچنان توضیح داد که در روزهای آینده یک هیئت را موظف خواهد کرد که روی توافق صلح با طالبان صحبت بکنند. همینطور در تحول مهم دیگر، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان به گفتگوهای دو روزش در ابوظبی با نمایندگان طالبان، امارات متحده عربی، پاکستان و عربستان سعودی پایان داده و در پایان صحبت‌هایش این گفتگوها را سازنده و پربار خوانده.
اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده. در این گفتگوها نماینده حکومت افغانستان هم به امارات متحده عربی رفته بود، اما بنابر دلایل در گفتگوها بین طالبان و آمریکا حضور نداشتند. آیا چیزی میدونیم از این گفتگوها؟ چه گفته شده بین اینها؟ طرف عربستان، امارات متحده عربی، پاکستان و خود زلمه خلیلزاد در این مورد جزئیات بیشتر نداده، اما گروه طالبان با نشر خبرنامه گفتند که در این گفتگوها روی خروج نظامیان خارجی از افغانستان و همینطور رهایی زندانیان طالبان و تبادل زندانیان بین حکومت افغانستان و طالبان صحبت‌های شده. او همچنان گفته که در مورد حملات هوایی و بمباران اهداف غیر نظامی به گفته طالبان اسناد و شواهد را به طرف‌های حاضر در این گفتگو ارائه کرده و در مورد اینکه گزارش‌های مبنی بر صحبت درباره حکومت موقت و انتخابات و حضور نماینده‌های طالبان در حکومت موقت پخش شده بود، این گزارش‌ها را رد کرد و گفت هیچ بحثی در این مورد صورت نگرفته. و همینطور سخنگوی طالبان در این خبرنامه گفته که درباره هر دو طرف تصمیم گرفتن که درباره نشست آیندهشان و ادامه این روند با مسئولانشان صحبت‌های خواهند داشت و بعد از او اعلام خواهند کرد که این گفتگوها چگونه در آینده ادامه پیدا بکنه. واکنش بین مردم چی بوده؟ چقدر امیدواری وجود داره که این گفتگوها به نتیجه برسه؟ امیدواری در بین مردم خیلی زیاد است. همینطور مردم امیدوار هستند که تلاش‌های حکومت افغانستان و همینطور تلاش‌های جامعه جهانی به ویژه آمریکا به نتیجه برسه و جنگ در افغانستان که از چند دهه به این طرف ادامه داشته و ده‌ها هزار قربانی گرفته بالاخره به پایان برسه و مردم از تشویش و نگرانی که دارند در این مورد در خط رهایی پیدا بکنند و سلک آرزوی دیرین مردم افغانستان است بالاخره تامین شود در افغانستان. ممنونم از ذات خبرنگار ما بشیر پیمان از کابل. به نیمه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. در پی هفته‌ها اعتصاب کارگران شرکت فولاد اهواز، نماینده ویژه وزیر تعاون گفته با تأمین مواد اولیه از امروز کارگران به محل کار خود باز خواهند گشت. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که مکالمات دیپلماتیک اتحادیه اروپا به مدت 3 سال هک شده. در ادامه برنامه، سرگذشت یک خوشنویس ایرانی در کویت. اوگاندا از کشورهایی است که بیشترین آمار خشونت جنسی را در شرق آفریقا دارد. پلیس میگوید 90% قربانیان کودکان و نوجوانان زیر 18 سال هستند. در ماه‌های گذشته دولت اوگاندا با کمک صندوق جمعیت سازمان ملل جلسه‌های ویژه قضایی برای بررسی هزاران پرونده‌ای به راه انداخته که به دلایل مختلفی از رسیدگی باز مانده بودند. اما خیلی‌ها مطمئن نیستند که این جلسات بتواند به صدور احکام مناسب منجر شود. گزارش کاترین بیارهانگا را ببینید. وقتی ریچل تنها 9 سالش بود، مردی 40 ساله به او تجاوز کرد. ریچل بلافاصله به خانواده‌اش گفت، اما کسی به حرفش توجه نکرد. او سراغ معلمش رفت، تنها کسی که به ریچل کمک کرد و حالا هم از او نگهداری می‌کند. بعد از حادثه شکم درد گرفته. هر وقت درد به سراغش میاد یاد لحظه تجاوز می‌افته. فکر می‌کنم با گذشت زمان مشاوره‌هایی که می‌گیره اون خاطره از یادش بره. I think with the time she'll just keep on counseling her and then it gets out of her head. 4 years later. 4 سال بعد ریچل بالاخره به عدالت دست می‌یابد. مرد متجاوز گناهکار شناخته می‌شود و به زندان می‌رود.
در یک ماه گذشته به 600 پرونده خشونت جنسی و جنسیتی در این جلسات ویژه رسیدگی شد. 13 اتاق دادگاه مثل این در نقاط مختلف اوگاندا. قضات میگویند بیشتر قربانیان کودک بودند. صندوق جمعیت سازمان ملل 260,000 دلار به این پروژه کمک کرده، شامل هزینه آموزش کارگاهان، ماموران زندان و مقام‌های قضایی برای آمادگی جهت رسیدگی به پرونده‌های حساس. هدف این پروژه رسیدگی به پرونده‌هایی است که سال‌ها خاک خوردند. قاضی سوزان اوکالانی معتقد است چنین تأخیرهایی دسترسی به عدالت را سخت‌تر می‌کند. از بعضی پرونده ها 4 سال میگذره. اگه بچه ای 6 سالش بوده الان 10 ساله شده. ممکنه دیگه نتونه همه اتفاقات رو به خاطر بیاره. این در یک سازوکار به شدت متکی بر شواهد، یعنی تبرئه متهم و بسته شدن پرونده. اما یک سوال هنوز بی پاسخ مانده. در این رسیدگی سریع، آن هم در غیاب مدارک و شواهدی که جنایت را ثابت کند، آیا برای متهمان و مجرمان احکام منصفانه ای صادر خواهد شد؟ قربانیان چطور؟ به خصوص کودکان، بعد از این چه بر سرشان خواهد آمد؟ قاضی سعی کرده این اتاق محیطی امن برای بچه‌هایی باشه که قرار این رسیدگی قضایی سخت رو پشت سر بذارن. یه اتاق ساده است، اما وقتی این بچه‌ها از اینجا بیرون برن، تعداد کمیشون حمایت لازم رو خواهند داشت، حمایتی که برای پشت سر گذاشتن این تجربه‌های تکان دهنده خیلی ضروریه. دولت می‌خواهد درباره این جلسات ویژه بازنگری کند و اگر بشود برای هزاران پرونده دیگر جلسات مشابهی ترتیب دهد. خیلی‌ها در اوگاندا این را قدم اول می‌دانند، آغاز راهی برای مراقبت از کودکانی که بسیار آسیب پذیرند، اما هنوز کارهای زیادی مانده. کاترین بیارهنگا، BBC نیوز، کامپالا. دو خبر کوتاه. سنای آمریکا طرحی را تصویب کرده که کاهش دوره حبس و آزادی پیش از موعد بعضی از زندانیان را امکان پذیر می کند. این طرح که قانون اولین گام نام دارد از حمایت رئیس جمهوری برخوردار است. بر اساس این طرح بعضی از زندانیان به مراکز بازپروری می روند و یا زودتر از موعد آزاد می شوند. آمریکا نسبت به جمعیتش بیشترین شمار زندانی در جهان را دارد. شرکت فیسبوک در بیانیه‌ای از مسدود کردن صدها حساب کاربری در میانمار خبر داده. به گفته فیسبوک این حساب‌ها با ارتش این کشور ارتباط داشتند. فیسبوک اخیراً از سوی سازمان ملل متحد برای اقداماتی که به نفرت پراکنی علیه مسلمانان روهینگیا منجر شده، مورد انتقاد قرار گرفته بود. در کویت حدود 45,000 ایرانی تبار کار و زندگی می کنند. مهاجرت آنها یک قرن پیش آغاز شد. بعضی از آنها در کویت ماندند و شهروند این کشور شدند و خانواده های بزرگی تشکیل دادند. مانند بهبهانی ها، بوشهری ها و دشتی ها که نقش بزرگی را در چرخه اقتصاد کویت ایفا کردند. خبرنگار ما سهراب ضیا در دیدارش از این سرزمین پای صحبت یک خوشنویس ایرانی نشسته که 22 سال پیش از ایران به کویت آمد. بنده عادل منادی حدود 27 سال پیش با خوشنویسی آشنا شدم. طریقه آشنایی من در دوره سربازی بود که دیدم خوشنویسا می نویسن. شیفته شدم و رفتم انجمن خوشنویسان هست در ایران. اونجا ما مشغول تدریس شدیم. در مراحل بالاتر خوشنویسی در ایران بعد از دوره خوش خط دوم رو ما باید انتخاب کنیم. خط دوم من اونجا خط شکسته نستعلیق رو انتخاب کردم. خط اصلی خطوط اسلامی خلاصه میشه در این 7 خط که خط کوفی، خط سلس، خط نسخ، خط اجازه، دیوانی، رقعه و خط نستعلیق هستن. اساس خط ها همه یکیه، فقط تنها تفاوتی که با هم دیگه دارن زاویه قلم، زاویه قلم گذاری، زاویه قلم روی خط مستر، اینا با هم دیگه تفاوت دارن. وقتی که زاویه قلم شما 45 درجه روی خط مسترت باشه، خط رقعه می‌نویسی. وقتی منتها اون زاویه میشه 63 درجه می‌نویسی، خط نستعلیق می‌نویسی. تمام این زاویه ها و مسیر حرکت قلم با هم دیگه تفاوت داره. تفاوتشون فقط در اینه. در کویت کلاس‌های خوشنویسی برگزار میشه، نمایشگاه‌های خوشنویسی برگزار میشه.
اهمیت این کار اینه که ما این هنر و این فن قدیمی رو زنده نگه داریم. متاسفانه این روزها دیگه خوشنویس نیست که تابلو میسازه یا کارهای هنری یا کارهای تبلیغاتی انجام میده. اکثر کارها کامپیوتری شده. احساسی که در خوشنویسی هست، احساسی که در مرکب و قلم هست، در اون کامپیوتر به شما همچه حسی رو نداریم. این کار رو تفریح نمیشه بگی، فقط برای عشق و علاقه است که انجام میدم. تنها هدف بنده هم اینه که فقط این فن و هنر رو رواج بدم و مردم رو آشنا کنم و فکر میکنم که این حس خوبه که انسان موقع نوشتن به بند خودم دست میده. دوست داشتم که این حس رو به بقیه منتقل کنم و مردم حس کنن که در هنگام نوشتن آرامش خیلی خوبی خواهند داشت. اما بذارید بریم به پارلمان بریتانیا، جایی که نمایندگان الان مشغول گفتگو هستند. تصویری که الان دارید میبینید تصویر ساجد جاوید وزیر کشور بریتانیا هست. نمایندگان جمع شدند تا درباره وضعیت بریتانیا بعد از خروج از اتحادیه اروپا صحبت کنند، در صورتی که به توافقی با اتحادیه اروپا نرسن، چیزی که صاحبان کسب و کار رو بسیار نگران کرده، چون اگر که بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج بشه، پیش بینی شده که اقتصاد بریتانیا لطمه بزرگی خواهد خورد. 100 روز تا خروج بریتانیا تا اتحادیه اروپا بیشتر باقی نمونده و اختلاف‌های زیادی در پارلمان وجود داره درباره این که چه کار باید کرد. آیا باید از اتحادیه اروپا خارج شد با توافقی که خانم می پیش روی نمایندگان گذاشته و قراره که تا 2 هفته دیگه برای دربارش بحث کنه پارلمان، یا اینکه یکی از گزینه‌های دیگه این هست که یک رفراندوم دیگه درباره خروج از اتحادیه اروپا گذاشته بشه، یا اینکه اصلا بدون توافق از اتحادیه خارج بشه. الان وزیر کشور بریتانیا درباره طرح دولت درباره مهاجرت صحبت میکنه بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. مهاجرت یکی از مسائلیه که خیلی اهمیت پیدا کرده برای رای دهندگان اینجا، و اینکه بسیاری از کسانی که به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای دادن نگرانی داشتن نسبت به شمار زیاد افرادی که از اتحادیه اروپا وارد بریتانیا میشدن برای کار و میخواستن که این افراد ورودشون به بریتانیا کنترل بشه. در حال حاضر امکانش وجود نداره، به خاطر اینکه بریتانیا عضو اتحادیه اروپا هست و همه شهروندان اتحادیه اروپا میتونن وارد بریتانیا بشن. تصاویری که میبینید تصاویر زنده هست از پارلمان بریتانیا. خب برنامه رو ادامه بدیم. اگر مستند بهتان برای حفظ نظام رو در روزهای اخیر از تلویزیون فارسی بی بی سی دیدید، امروز نوبت شماست در برنامه هشتگ. شما درباره استفاده حکومت ایران از این روش در رویارویی با مخالفانش نظرتون رو با دیگران در میون بذارید. برای اینکه نظر شما رو بشنویم، از یکی از این راه‌ها که الان روی صفحه می‌بینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفن خودتون رو میتونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید. آدرس ما هست @bbc شما. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. به این ترتیب به پایان این بخش خبر می‌رسیم. ممنون که با بی‌بی‌سی فارسی هستید.